بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران بزرگوار در این روزها ویدیویی نشر میشه که دختری در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ مردم میرن در پیش او و من ویدیویش را در پایین نشر میکنم شما ببینید خودتان را شاهده کنید ببینید اینجا یکی پایش رو بالا میکشه و برحال یعنی سبحان الله یعنی به خاطر شفا اینها میرن اونجا به خاطر شفا خرافات بالای خرافات متاسفانه در این جامعه ما به وجود میه حتی من ویدیو یکی از دوستان برای من فرستاد که مردم یعنی روز بیش از 200 موتر میرن به اونجا به نیت شفا یک دختر 7 ساله یک دختر 7 ساله که این شفا میده نعوذ بالله یعنی سبحان الله مردم ما عجیبن اللهی که با این همه بزرگی و با این عظمت هم خالق توست هم خالق اوست و هم خالق همه هست خالق همه مخلوقات و تو و مسلمان میگی من به با الله باور دارم ایمان دارم الله رو فراموش میکنی به طرف یک دختر روانی نه باز بعضی چی میگه نه این وسیله است کی گفته این وسیله است یعنی چی شده چی اتفاقی افتاده که این وسیله است چرا چرا آخر ما به سوی خرافات به سوی خزعبلات و بر علماس و بر دعوتگران عزیزه که در این ولایاتی که حضور دارن گرچه من دیروز یعنی دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردم برایم گفت که الحمدلله یعنی بعضی از دعوتکران و بعضی از علمای ترکمن عزیز صحبت های داشتن پیرامون این دختر و صحبت کردن و گروه هایی که دارن گروه های واتسابی گروه های که هست در اونجا میگن برای مردم که بر باشید از این مسائل اینها متاسفانه دجال سازی میشه از اینها متاسفانه بزرگ سازی میشه بزرگ نمایی میشه و در واقع همه اینها عقاید مردم را خراب میکنه باور مردم را خراب میکنه من تعجب میکنم یعنی چطور یک انسان عاقل با چنین طرز تفکری باشه و یک انسان مؤمن با چنین طرز تفکری باشه بر علما و دعوتکران مسلمان هست که مردم را از عقاید صحیح و درست بفهمانند و برایشان متوجه بسازند که فریب این ترفندهای شیطانی را نخورند چی بسا شیطان از همچون موارد بیشترین سوء استفاده را میبره برای تخریب عقاید و برای تخریب توحید و وحدانیت و یکتاپرستی در عقول و در باور مسلمانها و در باور انسانها به هر حال جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم خواستم که کوتاه به خدمتتان نسبت به این مسئله اشاره بکنم و از تمام برادران و خواهران مسلمانم که در بلخ هستند خصوصا در این ولسوالی خاص خواهش میکنم جلو این فتنه را بگیرن و علمای بزرگوار دعوتگران بزرگواری که در بلخند خواهش میکنم پیرامون این قضیه صحبت بکنن مردم را بر بدارن در هر یعنی چند مدتی میبینیم که یک دجال یا به اصطلاح یک ترفند شیطانی به وجود میه حالا آره این دختر را من نمیگم دجال چون این طفل یعنی نمیفهمه 7 یعنی دختر خرد سنه نه کسایی که این را بزرگ میکنن و کسایی که این را به این حالت میرسانن و تبیس که شیطان در این امور بیکار نمیمانه شیطان حتی تبلیغات میکنه برای همچون مواردی تا عقاید مردم را خراب بسازه به حال توجه داشته باشید جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم در حفظ و پناه الله باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته